یه آنالیتیکسی میخوان اضافه کنم به سیستم یه نفر، این الان بزنیم یه فایل بیس میخوایم به سیستم اد کنیم، یه گالاکسی میخوایم اد کنیم، یه تبستری میخوایم اد کنیم به سیستم، اینجوری کار میکنه. بعد اینو این دیپندنسی ها چجوری هندل میکنه؟ یه سه چیز داری که برای اپوش دارم تیکه تیکه لازمه. حالا یه چیزی قبلش بگم، این حالت حالا هم باوندد کانتکست پترن رو شرکت‌های مثل اسپاتیفای و اوبر و لیفت دارن انجام میدن و احتمالاً فکر کنم جلسه پیش شنیدین دیگه. مثلا یه اپی مثل اسپاتیفای برای قسمت سرچش یه تیم داره، برای قسمت حالا بگیم اون پلیرش یه تیم داره، اوبر هم همینطوریه، برای قسمت‌های مختلفش تیم‌های مختلف دارن. اتفاقی که تو اینجا میفته، حالا بگیم که ما یه سری بگیم حالا بگیم ما یه سری کامپوننت کوچیک داریم، همون کانتکست های کوچیک داریم، میخوایم یه چیزی مثل آنالیتیکس رو اینا اجرا کنیم. اتفاقی که میفته گفتم، ما یه حالا شیرد آرکیتکچری بین اینا داریم، بین همین کانتکست ها. اینا باعث میشن که ما خب اگه بخوایم که مثلا آنالیتیکس اضافه کنیم، به اون لایه معماریمون اینو اضافه کنیم، یا میتونیم از تکنیک های مثل اسپکت اورینتد پروگرامینگ استفاده کنیم. در واقع یه ماژولیو، یه پلتفرم ماژولیو ما تولید کنیم که کارش این باشه که مثلا میشینه توی فرگمنت ها و مثلا لایف سایکل هاشو مثلا مانیتور میکنه. و از این تکنیک ها این شکلی میشه استفاده کرد، خیلی پروسه سختی نیست. مثلا میشه شما یه SDK داشته باشین برای، در واقع یه کور SDK میتونین داشته باشین که برای بیس، مثلا توش بیس اکتیویتی دارین، بیس فرگمنت دارین، بیس مثلا پرزنتر دارین، و تو اونا بیاین حالا این آنالیتیکس هم توش ایمپلیمنت کنین. و کاری که باید بکنین اینه که شما یه آپدیت برای اون در واقع کور ماجراتون بدین. در واقع نیازی نیست که برای همه کانتکست ها دونه دونه یه آپدیتی بدین. در واقع سوالت اینه که یه سری ماژول داری که بعضیشون شبه اپن در واقع، و هر کدومو که آپدیت میدی نیازه که این آپدیت رو بقیه ماژول هم بدونن، یا یه چیزی میخواد تست شه میشه. اینا تو در واقع پروژه مختلفی هست. کلن یه بحثی هست بهش میگن یا ما سینگل ریپوزیتوری داشته باشیم یا مالتی ریپوزیتوری. این بحث کلن وقتی به وجود اومد که ماکرو سرویس خیلی رو بورس بود بودش، بعد اینطوری شده بود که خب مثلا یه حالا شرکتی برای خودش یه دفعه 20 تا سرویس میزد، و این 20 تا سرویس وقتی که شما 20 تا پروژه مختلف تو حالا گیتتون میسازید، مینتین کردنش خیلی سخته، اینکه چیکارا بکنین و اینا. چیزی که الان میگن که best practice اینه که اگه شما حس میکنین که ماژول های مختلفی دارین از اپتون، حالا اپ چه بکندی باشه چه حالا فرانتی، اینو سعی کنین سینگل ریپوزیتوریش کنین. در واقع اینا رو همه توی پروژه همه ماژولا باشه. خوبیش اینه که وقتی که یه مرج ریکوستی میاد میدونین دقیقاً داره کجا تغییر میکنه، و همیشه هم راحت تر میتونین تستش کنین، چون که یه آپدیت میدین نیاز نداره که حالا ساب کنین یه ورژنی دیپلوی شه و اون ورژن جدیدو بگیرین. این یه جورایی حالا یه دیده که مخالفت شد با این وضعی بود که اوکی، یکی میاد اون API موجوده که
چند نفر این روست میدن یه API رو عوض میکنه، اونی که بالا سرش وقت نداده اون تغییر رو روی اون یک موجود در نتیجه من ورژنی میدازم دارم سینگل پستوری نمیخوام باشم، میخوام پستوری هم مثلا مختلف باشم. حالا این چجوری حل میشه؟ به نظر یعنی مثلا اینکه تیم نباید اونجوری شکست بشه، یعنی همه توی همه پستوری رو کار دارن برای فیچر بیس مثلا. در واقع داره میگه که از سمت بکند یه API عوض میشه؟ نه از آن API پابلیک متود. آها. پابلیک متودی که اون برده کار میشه از توی یه موجود وابسته به یه موجود بالاتر، اون پابلیک متود توی اون لایه‌ای که در واقع از از دیپنس لود بالاتر داره تغییر میکنه، بعد این بعدا قرار مثلا یه چیزی بشه امبال بشه. ما الان ورژنی داریم با گردن مثلا اون برده یه میبنی میخوره، ولی اگه ما بیاریم سینگل ریکوستش کنیم اگه فرض کنیم که عادت تیم‌های مختلف دارن اینا کار می‌کنن یه مشکل اونجوری داریم. اون چه متوجه نمی‌شم. آره در واقع میگی که یه ماژولی داره تو در واقع پروسه تولیدشه و این هی داره تغییر میکنه، این تغییرش ما هی پول که میکنیم از دیولپمنت مثلا هی داره تغییر میکنه. خب احتمالاً یه چیزی که اینجا هست اینه که وقتی که اون ماژوله به حد استیبلی نرسیده چرا باید مثلا رو دیولپمنت برنچ دیولپمنتتون بیاد بالا؟ چون که اگه فرض کنیم ما ماژولای مختلف داریم، تیم‌ها مختلف دارن رو ماژولای مختلف کار میکنن، همه اینا همون حالا قضیه گیت فلو پیش میاد که همه اینا باید از همیشه سینک باشن با برنچ دیولپمنتشون. برنچ دیولپمنت هم برنچیه که آخرین نسخه‌ای که نیمه استیبل هست و یه جورای نایتلی هست و ما توش داریم و میدونیم که از دیولپمنت ما کد بگیریم قرار نیست اونقدر تغییر داشته باشیم، یا تغییرات از قبلش به ما یه جوری حالا تاسک شده یا مثلا گفته شده که فلان ای پی آی کدی عوض شده. پس من حس کنم یه مشکلی شاید اون شکلی باشه. من میگم که آره مثلا فرض کنید که شما ماژول A دارین و یکی دیگه داره رو ماژول B کار میکنه که از A میخواد استفاده کنه، این B رو برنچ حالا فیچر B شه، اون A هم رو برنچ فیچر A شه، این B همیشه کدش رو از دیولپمنت میگیره و خب همیشه آخرین نسخه‌ای که میدونه اوکی رو داره میگیره، اون A داره برای خودش کلی حالا بگیم لایبریشو داره عوض میکنه، استیکیشو داره عوض میکنه، هر وقت که بدونه به حد خوبی رسیده اینو در واقع یه جورایی مرج ریکوست میده به دیولپمنتش و یه جورایی به تیم A هم میگه که آقا از این به بعد تو باید این شکلی از این حالا ماژول من استفاده کنی. این تکنیک دپ نیست که یه برنچ داره که نمیتونی به هر موقع مرجش کنی؟ اصلا به اینجا که رسید دقیقاً بحث این شد که این زده تکنیک آداتیک تو مجبوری روی برنش دیگه وایسی و نمیتونی بهش کنی، نمیتونی تو سن چیزا رو بگیری، یعنی همچنین نمیدونم واقعا منظور چی بود. من خیلی از اینا رو با یه سری از تکنیک ها میشه رفع کرد، مثلا اینکه بگیم ما مثلا داریم از یه API کلا داریم استفاده میکنیم که این API داره هی عوض میشه، یا حالا ترفند اینه که ما بیایم یه سیستم ماک درست کنیم تو اپمون که هر وقت ما اون در واقع اون ریکوست و ریسپانس هایی که خودمون توقع داریم رو توش بدیم و خیلی دیپند این نباشیم که API داره چجوری تغییر میکنه، یا اگه فرضاً ما داریم از یه SDK استفاده میکنیم که قراره یه سری حالا خروجی به ما بده، ما دوباره میتونیم اون SDK رو یه جورایی ماک کنیم. یعنی کلاً یه سری حالا تکنیک های مختلف برای سناریوهای مختلف وجود داره که چون خب کلاً فلسفه وجودی نرم افزار اینطوریه که تو هرچی اونور تغییر میدی خیلی هم باید اینور مثلا وابسته اون باشن بدونن چه خبر و اینا، و این بک اند فورس همیشه هست و خب ترفندش اینه که از حالا راههایی که مثل ماک یا از این جور چیزا استفاده کنیم توش. بعد من یه چیزی که تو کد آرش دیدم بود که یه متدی که توی لایبرری دیگه اگه مثلا تغییر کرده متد قبلی هنوز با انوتیشن دپیکیتد بود که داشت کدش نشون میداد، گفت اینجا دپیکیتد شده بعد عوضش کنی و یا همچین چیزی هم فکر کنم وقتی که تو عمل لازمه داشته باشیم که یه ماژول وقتی عوض کنیم الزاما نباید ماژول قبلی رو بلافاصله عوضش کنیم.
یا حالا چیزایی هست منتظرم شما بهم بگید. آره دیگه کلا همین حالا بگیم قضیه این که می‌خوایم یه سری آپدیت روی حالا استیکی یا حالا هر چیزی بدیم، یه سری فاز بندی داره دیگه، بهش میگن سمانتیک ورژنینگ یه جورایی، که شما میدونین که میخواین تو ریلیز دوتون این API به کلی عوضش کنین. اتفاقی که میفته اینه که شما از ریلیز یک شروع میکنین، هی آپدیت میدین، یه سری متد جدید تولید میشه، ولی اون قبلی ها رو همچنان باید بذارین که با اون لاجیک قبلی کار خودش رو بکنه. وقتی که حالا تو سمانتیک ورژنی میگم، وقتی که شما از یه در واقع ستیکه بگم ورژن داریم، اون قسمت بالاترش اون عدد گندهه، وقتی یه دونه میره بالاتر اون متدای قبلی کلا دپریکیتد میشن و حتی پاک میشن، و شما باید از بین این فاز یک به دو شدن کدتون سعی کنی که هم لاجیک قبلی رو هم کامپتیبل باشیم با نسخه قبلی، هم یه جورایی نسخه جدید رو دیولپ کنیم. خود فلاکس یه جورایی، حالا بگیم ریاکت یا فلاکس، یه جورایی توی موبایل ها جواب نمیدن. یه نکته ای که حالا توی ریاکت هست یا حالا ریاکت نیتیو که حالا معماریش هم یه جورایی فلاکسه، در واقع کاری که حالا این کسایی که ریاکت رو درست کردن انجام دادن اینه که شما وقتی میایین اون مدلتون رو میسازین، اون ویوتون رو میسازین، این یه جورایی اینو کش میکنه، و در واقع وقتی روتیشن و اینا عوض میشه شما متدی ندارین که بگین که حالا آن مثلا آن استارتی کال شده یا همچین چیزی. این اون مدل رو کش میکنه بین روتیشن چنجا، و توی روتیشن ها که عوض میشه یا حالا کانفیگوریشن بگیم به هر دلیلی عوض میشه، اینا رو داره و خودش دوباره یه بار یه اینو رندر میکنه. بعد چیزی که اسم خب تو اندروید اینو نداریم، و خود فلاکس هم یه جورایی تا یه حدی که انقدر مثلا راحته اینه که ما یه سری از دغدغه هایی که سمت اندروید هست رو نداریم، مثل همین عوض شدن کانفیگوریشن که کل آبجکت همون میمیرن. بعد خب این یه جورایی اینا چون این مشکل رو ندارن خوبه فلاکس اونجا، ولی وقتی میاریمش سمت اندروید این مشکل هم پیش میاد، ولی یه حالت ترکیبی باید بزنیم دیگه. در واقع اون دیده این که ما مسیر یه طرفه رو داشته باشیم، یه جورایی ما در واقع میخواییم یه یوز کیسی یا یه اینتراکتوری کال شه، یه جورایی ایونتی رو در واقع دیسپچش میکنیم، میگیم که مثلا فلان یوز کیس باید کال شه، حالا به یه نحوی هم جوابش یه جورایی به ما کال بک داده میشه، در واقع مثل حالت عادی که ما مثلا یه یوز کیسی رو اگزیکیوت کنیم بعد رو سابسکریپشنش وایستیم جواب بگیریم نیست دیگه. فلاکس در واقع یه سری ایونت همینجوری پخش میکنه، یه سری هم از یه جای دیگه حالا یه سری اکشن جدیدتر بهش میاد، و خود فلاکس که بخوایم تو اندروید بزنیم یه سری میگم که یه سری باید روش تغییرات انجام بدیم، و خیلی متفاوته با اینکه شما دارین چه اپی میزنید. شاید یه اپی که مثلا دارین میزنید اونقدری پیچیدگی نداره، اونقدری استیت نیاز نیست ذخیره کنین، حتی با همون دیده اینکه دیسپچاتون همون اگزیکیوت های یه سری آریکس باشن اوکیه، یعنی خیلی هم نیاز نیست حتما بری رو فلاکس. بعد کلن هم اون کانسپت یونی دیرکشنالش خیلی مهمه تو فلاکس، که خیلی کار رو را میندازه، و بیشتر وقتی که شما میخواین که اپ های استیت بیس بزنین خیلی بروز میده خودش، که خیلی خوبه. بعد خود ایمپلیمنت کردنش هم خیلی چیز سختی نیست، صرفاً چون هنوز لایبری خاصی براش نیومده. مثلا ریبلت اوبر یه جورایی فلاکسه، ولی ترکیب دوباره کلین آرکیتکچر و MVP و ایناست. کدای این شکلی رو میشه دید و ازش ایده گرفت، چون که چیزی هم که اوبر زده در واقع برای بیزینس خودش زده، یا مثلا یه اسپاتیفای فریمورک جدیدن زده که اونم برای نگهداشتن استیت هاست، یه جورایی باز با دید فلاکس دارن میرن جلو. همه اینا رو میشه دید و دوباره تصمیم گرفت که برای بیزینس ما، برای اپ ما حالا چی مناسبه که اون رو ایمپلیمنت کنیم. در واقع میگم هنوز نه سیلور بولتی براش هست که بگیم این شکلی بریم درست میشه، نه بگیم یه فریمورک خیلی کلی براش اومده، مثلا ریاکت که برای سمت وب اومده. اینم از این. کسی یه سوال نداره؟ اوبر دیگه. آره، یه دونه اوپن سورس کرده. همون ریپلت.
در واقع کلن MVP و نمیدونم فلاکس و همه اینا اگه یکم بهش نگاه کنی یه جورایی مشتق شده کلین آرکیتکچره. همه اینا دارن یه جورایی یه سری کامپوننت تعریف میکنن که اینا به همدیگه در واقع دیپند نیستن، در واقع یکی به یکی دیگه دیپنده. پس در واقع اون مسیر دیتایی که میاد همشون اینا رو به همدیگه میچسبونه. ریپلت هم کراس پلتفرم نیست، در واقع دو تا لایبری زدن یه جورایی که کدش یه چیزیه، یعنی یه معماریه، مثلا انگار یه فلاکسی زدن. ریپلت هم یه جورایی شبیه حالا وایپره، همین در واقع کلین آرکیتکچره که یه سری پرزنتر رو اینا دارن، دوباره یه سری یوز کیس، همون عکسی که نشون دادم که فلو دیتا چجوریه، یه همچین چیزیه، فقط یه سری چیزا رو آسون تر کردن دیگه. مثلا یه لایبری روش زدن اتو دیسپوز که چین های آریکس جاوا رو خودش اتوماتیک دیسپوز میکنه، یعنی شما نیاز ندارین که تو پرزنترتون بیاین سابسکریپشن ها رو بگیرین و حالا هی دیسپوزشون بکنین. درسته. حالا هر جلسه یه قسمتشون میرن جلو و کامل‌تر میشه. من فکر کنم خیلی در نهایت چیز خوبی باشه، موضوع جذابی باشه. و برای اینکه هم یه موضوع هر جلسه نباشه و مثلا ما به بقیه موضوعات نرسیم، اگر ارائه دهنده باشه از جلسات بعدی هر جلسه دوتا ارائه داریم، یکیش خود بچه‌های تپسی در مورد ادامه همین موضوع امروز که نمیدونم میخوان در ادامه چیکار کنم. توضیح بدم در واقع این حالا جلسه اول یه کلیتی بود که راجع به اینکه معماری سمت موبایل چه شکلیه. از جلسه بعدی میخوایم سعی کنیم که یکم بریم سمت حالا ایمپلیمنتیشن اینا، و خب اینا همه تو گفتن قشنگه. حالا وقتی که میریم سمت ایمپلیمنتیشنش کلی مشکلات پیش میاد و با هم دیگه برسیم به یه حالا بگیم معماری خیلی مناسبتری و حالا پترنای مناسبتری سمت کد، و تهش این باشه که هممون بتونیم کلا یه اپ خیلی خوب و مینتینبل و تستبل رو پیاده سازی بکنیم. حالا در ادامه همین ما دو تا ارائه قبلا داشتیم که یه جورایی شاید به این مربوط باشه، یکی خود سیاوش در مورد آریکس با فلاکس ارائه داشت، جلسه دوم میتونید برید ببینید تو یوتیوب آپارات، و یکی هم مجید در مورد MVP و MVC و MVP هم فکر کنم داشته، حالا یه ذره متفاوت‌تره. بعد نیست شای خاصی دونه میتونید ببینید، و امیدوارم که جلسه بعدی هم به همین خوبی باشه و یه چیز خوب و درست سبی از توش شهر بید. مرسی، ممنون. اگه نمیدرفتن سمتش مشکلشون چیه که نرفتن مثلا سمتش؟ یکی میخوام یه زده این ترکی جواب اینو بدید. میگه که کلین آرکیتکچر رو میشناسید یا نه، و اگر میشناسید چرا تا الان نرفتید مثلا سمتش؟ من یه مشکلی که مثلا بعضی بچه خوب دادم نمیدن یکی از بچه ها دوش سوال بکرد مثلا آقا من اصلا اینو دارم تست نمیسم اینجا مشکل خودم یه مشکل اینه که سمپل نیستش، مشکل چیه؟ بعضی وقتا بچه ها میدن سمپلش مثلا ادامهش نمیدن چون که یه مشکل میخوانن توش، مثلا میخوام پیاسس کنم آقا این اپه اصلا نمیرسه، من میخوام چیز کنم، میخوام دارم مثلا یک کار دیگه میدم، مشکل چیه که بتونیم مثلا من خودم یه مقدار خوندمش و مثالاشو دیدم اون چیزا، و دیدی که خودم نمی که پیاسسش کنم، فقط دیدم و همینطور دیدی که یه سری از بچه‌ها پیادهش کردن و با هم داشتیم صحبت می‌کردیم که واسه پروژه کوچیک مفیده. سعید خودت هم ایده‌شو بگو. واسه پروژه‌های کوچیک و مثلا چون اینه که مثلا پروژه شما ماژولای زیادی نداره، نمی‌دونم دیولپر زیادی توش نداره، نهایت دو نفر چهار نفر می‌خوام بشینن جمعش کنن، مثلا یه پروژه 5 6 ماه است. خودت پیشنهاد می‌دی که تو همچین پروژه کلین آرکیتکچر استفاده کنی؟ کلا این کلین آرکیتکچر بولر پلیتش خیلی زیاده، و وقتی که شما نمیخواین یه اپ حالا بگیم که برای یه بیزینس راه بندازین و خیلی نیازی نیست، چون که خیلی از تایمتون رو هدر میده سر اینا، و
میشه خیلی راحت‌تر از حالا ایده های فلاکس استفاده کرد. فلاکس خیلی مینتینبل تره، بعدا هم تو آینده میتونی اینو تبدیلش کنی به حالا چیزهای مثل کیم آرکیتکچر و مدالی دیگه. پس تو فاز اول خیلی خوبه که یه چیز ترتمیزی با یه پترن خوبی بریم جلو، مخصوصا فلاکس، که در آینده اینو بتونی راحت‌تر هی مجولارش کنی، هی ترتمیزش کنی، یعنی هی ریفکتورش کنی. حالا من زیاد خوندم در موردش، مطالعه فقط تئوری زیاد داشتم، ولی تو بحث پیاده‌سازی رفتم میریم با مباحث خیلی زیادی روبرو میشیم. مثلا همینجا الان سایت توضیح دادن خیلی چیزای دیگه، یعنی خود کلین تنها نبود، خیلی چیزای دیگه اومدن که خیلی اصلا من نمیدونستم یا خیلی از بچه‌ها شاید نمیدونستن، و سامپلا رو میرفتم مثلا خیلی جا میدم که RX هست، دگر هست و خیلی مباحث دیگه هست که من هنوز اونا رو کامل وارد نبودم که بخوام بیام بعد سویچ کنم رو اینا رو کامل با هم انجام بدم، و خود همون کلینه به اندازه کافی برای من چالش برانگیز بود که بخوام مثلا اونم یاد بگیرم بعد بیام کامل همه چیزو. من میدونم تاش بخوام به کجا برسم سر اصلا نه، مثلا یه وقتایی نیازه اینه که مثلا نظرت من داشتم دوستم بهش میگفتم این مشکلی باید ما تو نیازه اینه که تیپ سنتریکس بیشتر داشته باشیم، یعنی یه ذره کد بچه ها رو بردن که مشکلش جا نداره. من یه وسط ساده بریم باندیاد ما میگیم خیلی های لول، یکی میره داکتراش رو پیدا کنه، اولین مشکلی که سر قضیه نمیخوره که اوکی من مثلا آرکس جاوا زدم با ناشریکتر براش میسکی سلام اینا، این ارور رو من چیکار کنم؟ مثلا قرار پرزنتر یه نان ارور به من میداد، من همونجا ست میکردم تو یو آی، حالا الان میخوام بیام کار بکنم روز باید فکر کنم که این چه بلایی سرش بیارم. شاید مثلا بعد نباشه اگر که مشکل اینه بعضی وقتا مثلا یا بیام چیزایی هستش این چیزا مطرح باشه، یه ست یه بخشی هم حداقل این بخشا رو داشته باشیم که مثلا بچه‌ها ببینن آقا اینو من چیکارش کنم. مثلا یه جورای استپ به استپ بریم جلو، نه اینکه مثلا یه بار از همین پایین بپریم همه چیزو با هم گنده کنیم. مثلا لایف کوچ باشه از تیکای کوچیک بریم بالا، فاکتورا رو اینطوری ایمپلمنت کنیم، مثلا می‌خوایم های لول بگیم فلاکس داشته باشیم اینطوری میشه. اگر میخواییم که تو کنالای اپی داریم میخواییم خیلی راحت‌تر ارورا رو ریپورت کنیم، این کار رو بکنیم کلا مثلا بهتر. مثلا یه تکنیک تو آریکس اینه که شما تو همون لایه یوز کیساتون میگه حالا بگیم یه باوندری اضافه کنیم که به اون چینه یه دونه ارور هندلر اضافه کنه، در واقع یه جورای بیاد این رو عوض کنه یه چین دیگه ای که سر همه لایف سایکلاش چیز هم میخونه، در واقع اینکه ارور بوده چی بوده، و خیلی راحت‌تر اینا رو میتونه ریپورت کنه. بعد بدون اینکه شما کل اپتون رو تغییر بدین با صرفا اضافه کردن یه اینترفیس به یه دونه حالا بیس یوز کیستون و حالا ایمپلیمنت کردن اون اینترفیس ها میتونی ارور ها خیلی راحت تر حل کنی، یعنی بعد از اینجور تریک ها مثلا بگیم مشکل چی؟ اوکی بسنم زنه رو راجب مثلا من RX رو مثلا خواستم کار کنم کلن تاله کار نکردم، یعنی تو پروژه عملی به اون صورت نرفتم کارش کنم، یه ذره تستی کار کردم، چیزای جای زیادی هم در موردش خوندم، ولی هیچ جا مثلا یه مثال خیلی واضحی اینکه من چرا واقعا باید از RX استفاده کنم ندارم. فیلم ها رو دیدم، جای دیدم استفاده کردم، خوندم، ولی یه جایی میدم خب داره الان اینجا مثلا یه مثال زده از RX استفاده میکنه، من تو خب من اینو دارم با اینترفیس خودم میزنم پیاده میکنم. نه البته هم من هم فرزاد یه داره داشتیم من داره مادیدیم، من اول داره خودم که یادم بعد یه دار اجازه کامل توضیح میدم که مشکل اصلا کجاست که میریم سمت داره نیست. اشتاد من اما نایدم خود خوشیم خب پارس با خود چه میتونه هندی هم هست، من یه دونه ارائه تو یوتیوب داره، من خیلی فرمه اولین بار که خیلی فهمیدم آیی شاید با قضیه چه کاره این کنم اونجا اونو یاد کنید سمپل بایی سمپل داریم، یعنی همشون تیکه تیکه سمپل کنستم مثلا میدن یه حالت عادیش اینه بعد اینجوری میشه، حالت عادیش اینه بعد باریکس اینجوری میشه، ولی کلا چیز جدیدی ارائه میکنه، یعنی تو هر کاری باریکس میکنی میتونه خود پیاده کنی، یه پترنه، یعنی چیز جدید اختراع نشده، ولی خب کارت راحت تر میشه، یعنی اینجوریه. حالا میگم اون ارائه هم بریم سرچ کنی اسمشو حتما میاد، یعنی من دیدم زیاد دیدم هم اینو که میگم یه چند تا هندی هم فکر کنم دیدم، حالا نمیدونم اینی که میگید همون یا نه، ولی میگم قانع نشدم بگه چرا واقعا باید برم سمت اون. قانع میشه یه پروژه استفاده کنم، قانع میشه بحث کرد که خوبه یا نه، ما الان حالا تو تبسی که بچه هستم به این اچه رسیم که RX خیلی هم خوب نیست، یه مشکل گندهی که داره اینه که RX کلا برای استریمینگ کردن در واقع اولش نتفلیکس و مایکروسافت زدن اینو و برای اون حالا نیاز خودشون بوده
که بتونه راحت ویدیو رو استریم کنه. و حالا پترنش پترن خوبیه، تو اپ هم میشه استفاده کرد. مشکلی که آلی سلام برای اندروید داریم که چین ساختنش مموری زیاد میگیره و خب این مصرف رمتون میبره بالا. و خب شاید یکی بیاد بگه که آقا اگه کل اپتون رو خیلی زیاد آریکس بریم، یه دفعه مثلا مموریتون خیلی را 100-200 مگ میخوره. بعد خب یه سری یه حالا لایبری هست اسمش فلاکسه، نه فلاکس نه آلی ریاکتیو، یه لایبری ریاکتیو همون فلاکس اسمش فلاکسه. یه دونه هم پراجکت ریاکتوره که اینا کلن سبک‌تر از آریکس هم ولی یه سری فیچر همونو نداره، ولی فکر کنم برای فیچر موبایل خوبه. حالا کوروتیز که اومده خیلی کلن بهتر از آریکسه و خیلی سبک‌تره و در واقع اینجور داره نیتیف حضور میشه کنار مثلا استفاده ها، کنار تعاریفی که میشه حالا چیز میشه، اگه این نقد ها گفته بشه شاید خیلی قشنگتر و بهتر بشه درکشون کرد. این نقد ها هم صورت بگیره، فقط اینکه آقا بیایم به این که آقا مثلا این معماری اینه یا این لایبرری اینه. حالا یه بحث سامپل شدش، فکر کنم شما هم خب بازار یه سری ماژولاتون رو قرار بود اوپن سورس کن، یعنی طاهر میگفتش آپارات خب بازار هم دیدم بکندشون یه سری چیزا رو اوپن سورس دارن. بکند بیشتر چیز میکنه، اوپن سورس میکنه، ولی شوی کلاینت خب چیزی واسه اوپن سورس گنه خیلی تولید یه چیز ابسترکتی نداشتیم که مثلا تولیدش کنم. یه سری جاده از این چیز اوپن سورس رفته استفاده میکنیم، خودمون هم روش کانتریبیوت میکنیم همزمان اونا هستش. ولی نه فعلا خدا هنوز چیزی واسه اداره وجود نداره. اما چه چیزی اوپن سورس کرد که بدونیم یه چیز واقعی؟ یه سری چیزا هست مثلا ما چون MVP اون بخش پریزنتیشن هم بود، مشکلی که داشتیم بود که بتونیم راحت‌تر چیز کنیم، پریزنتر رو در واقع نگه داریم موقعی که صفحه یه کانفیگوریشن عوض میشه. یه لایبری من زده بودم اون ایزی MVP که خب لودر اندروید اون با لودر داره هندل میکنه پریزنتر رو، ولی لودر ها کلا چیز قشنگی نیستن و الان تقریبا داره دپلیکیتد میشه. یه چیزی زدیم که اصلا اون ایده همین اندروید کامپوننت داره استفاده میکنه که چجوری ویو مدل ها داره کش میکنه، ما همون کار رو برای پریزنتر ها کردیم و احتمالا بونم اینجور رو موضوعی هم الان باید تغییرات اخیری که داده خیلی خوب کش میکنه. من یه بار یادم کنش رو دیده بودم داره در لیبل چیز اپلیکیشن داره میگه یه چیزی چیز میکنه، ولی این تکنیکی خود حالا اندروید کامپوننت زده اینه که شما هر فرگمنت یا ویو میاری بالا این فرگمنت در به هولدر تور اضافه میکنه سیبلینگ همون فرگمنت و ریترن اینستانس رو داره اینترفیس بودی و دستورش بهتر بعد همونجوری در واقع یه فرگمنت میذاره ازش به عنوان یه دونه کش مکانیزم استفاده کنه. خیلی چیز ترتمیزی نیست ولی حالا چون خود اندروید خیلی کرکسی فکر نمی‌کنم. آلیکس بستگی به مموری هم داره فکر میکنم چین گنده شده، مثلا اگر که تا یه جایی بیاد و دوباره مثلا قطع بشه مثلا شما... کولد نباشه خیلی وقت خیلی جالب تا یه جایی مثلا هات ابزرور بده بعد مثلا از یه جایی بعدی که من نیاز دادم مثلا شما اون چیز دار باز بشه یکم تریکی میشه سخت میشه ولی فکرم مشکل رو میشه هندل کرده میشه تا یه حدی، ولی کلا نکته شده که ما آریس استفاده میکنیم که کودمون ترتمیزتر باشه از اون مقه ها و اون تابعی شکلیش استفاده کنیم، ولی هر بار کال کردن اونا یه چین جدید اضافه میکنه. در واقع کل اون حالا سینگل یا ابزرور قبلی رو میگیره یه دونه جدید روش اضافه میکنه و همه اینا هی داره مموری در واقع داره آبجکت میسازه و اینش بده کلا و سنگین میکنه چین خود. من فکر کنم من منظور از مموری جایی اینه که هر کدوم از اون استریما یه بار چیزه تابعی که کال میکنه این باعث میشه که یه بار یه مموری جدید ساخته شه در واقع همون ادیتش نمیکنه. ولی ابزار کلیه اگر که دیجا میمده باشه اون دیگه تکرار نمیشه دیگه این زیر اون تکرار نمیشه. نه ولی مثلا شما اگر یه چیزی رو کال کنیم احتمالا رفرنسش عوض میشه دیگه، در واقع یه جورایی یه آبجکت جدید تر داره بسازه. نه در واقع نکتش اینه که همون قبلیه رو این تو خودش داره چون که این اونا رو از بین نمیبره، برای اینکه در واقع به اونا هم نیاز پیدا میشه کرد مثلا تو همجوری جلوتر. ولی نکتش اینه که هر بار اون تابه های آریس که کار میشن یه مموری جدیدی ساخته میشه و کلن سنگینه آبجکت داشته تا اینکه هم میسید یه آبجکت داره سادهی داره بیدی میشه نکتهش هم بود. یه دلیل خوب برای اینکه باورش از چی؟ سیاهش از اینات مخالفت کنی؟ من از آبجکتش هم بیشتر میگفتم یه جایی که مثلا تغییرات زیاده و پوش میشه تغییرات بیشتر استفاده میکنم به شخص بده.
چرا اونجا نه ولی همچنان چیز رو بدی نیست شده یه چیز رو